سلام بر شما در این فراخبر از فراز فرود تاریخ دشوار افغانستان تا چانس دوم برگشت امارت به قدرت امارت با روایت گرفتن کارت به رسمیت شناسی بین المللی و در مقابل جامعه جهانی با مطالبات تأمین حقوق بشری به ویژه حقوق بانوان تا برگشت به گفتمان ملی و یا حکومت فراگیر <سؤال> حالا عبدالسلام ضعیف از رهبران پیشین امارت اسلامی حکومت سرپرست را به استفاده چانس دوم تاریخی فرا میخواند خواند نوست دیر زیاد, دیر زیاد کوشش بکرد از که علاج جهو چه جه چه فرصت ورکی یا پلای ورکی ده خارق العاده کار کارسو چه مرد دو وار را کرد دو وار ده فرصت را که چه مرد اسلامی نظام ده راسو او فرصت ده ده ولو بشه ده که ده پاره کارو یا په خواړو وسی امریکایان را یو نوی امتحان سره مخصوص دوم ورداټ به ډېره فرصت ورک نو دا فرصت دوم ورول فکر کوم چې امتحان تر هغه نور هم سخت کوي نو خدای دې وکړي چې په دې امتحان کې مشتوله کامیاب وشو او د دې ملت خدمت وکړو او په دې درایت او پراسات باندې داسې تعامل وکړي چې مرز یو نمونو معدل و مثال اسلامی نظام په حاکم کو او د نور د مثال امارت اسلامی با چانس دوم تاریخی چگونه در سیاست داخلی و سیاست خارجی عمل کرده و با کدام برنامه سکان قدرت و سرنوشت مردم افغانستان را تا این جای کار رقم زده است اینجا در فروخبر مهمان این برنامه آقای دکتر صاحب رمضان بشردوست نماینده پیشین مجلس اینجا در کنار ما هستن آقای بشردوست سلام بر شما به برنامه خوش آمدید چانس دوم برگشت امارت به قدرت چگونه تا این جای کار حساب کتاب میشه از دید شما علیک سلام سلام گرم ما به همه بینندگان شما و به یاد همتنان عزیز که با هزاران مشکلات بعضیشان دست و پنجه نرم میکند امارات تقریبا بیش از 20 ماه در قدرت است نقطه اولی است که مردم افغانستان هر حکومت را در طی حداقل تاریخ 300 ساله چانس دادن چانس خدمت دادن از امان الله گرفته تا خون مردم برایشان چانس دادن اما متاسفانه هیچ کدامشان نتانستن با آرمانها و آرزوهای مردم بگذار که با آرمان و آرزوهای اطرافیان خودشان مثلا اونایی که برای امان خان برای استقلال افغانستان مشروط خواهان که جان خود قربانیش کرد یا مثلا کسایی که در کنار ابیبولا کلکانی به جنگیدن یا در کنار نادر خان یا مثلا وقتی که زایر خان به قدرت رسید و بعد داود خان کسانی که جان خود با خطر انداختن با زور قدرت گرفتن و بعد ازب دموکراتیک خلق و بعد عزیز به دموکراتیک خلق ما دیدیم مجددی و امسال و همیش تا کرزای و تا امروز متاسفانه اینها آرزوهای مردم افغانستان بگذار که با آرزوهای کسانی که برای اینها برای با قدرت رسیدن اینها چشم خود از دست داد پای خود از دست داد زنشان بیوه شد اولادشان یتیم شد حتی با آرزوهای آنها تا امروز خیانت کردن کسانی که با قدرت رسیدن امروز امارت باید نشان بدهد که حداقل مردم افغانستان رو بگذار ما نمیگویم مردم افغانستان آرام و آباد بسازن حداقل به مو یتیم خود که پدرش خود استشادی کرد یا انتحاری کرد تک تک شد تا اینا امروز به بی چوکه ها بنشینن امروز حداقل دست نوازیش بالای سر او یتیم خود بکشند او معلول خود بکشد او مجاهد خود بکشد که بعضی من در چون اکثرشون میشناسن و به ما یک مثل که نیروهای امنیتی جمهوریت ارادت داشت راز دل خود به اصطلاح در دل خود میگوید که به اینها چه کند بلی چانس دارن چانس بزرگ دارن متاسفانه تا امروز اینها نتونستن از این چانس استفاده کنن بره. طوری که انتظار میرفت که استفاده کنن بخصوص بخصوص در بخش اقتصادی متاسفانه آقای بشردوز این دلایل ناکامی های تاریخی را که شما مطرح کردین آ... چی است که نتونستیم از او درس بگیریم و در ضمنش حالا که زمان رفته به یک نقطه استاده است و تاریخ تکرار شد و حالا امارت همونطور که آقای ضعیف هم گفت که چانس دوباره برگشته و از ای باید استفاده شود و به مردم خدمت شود چی باید بکنم میکردن تا این جای کار که برنامه را دیدین قضاوت شما چی است نقطه اول این است که قضاوت کار خداوند است خداوند جلو جلاله است که همه چیز می پنهان و من عقل کل نیستم علم غیب ندارم فرشته هم نیستم خود یک انسان گناه، گناهکار مثل افراد دیگر می, می بینم ده. و ادعا ندارم چیزی که من میگویم حق است یک نظر است که من خودم بر اساس معقل ناقصی که انسان دارد ابراز میکنیم نقطه اول این است که اینها چانس نی که اینها رو به قدرت رسان ده حدی اقل است که برای اینها خود تکه تکه کرد کسان است که بیس سال جنگیدن مثل که برای امان الله خواه مثلا کسایی بود که جان خود به قدر انداخت یا برای هر پاچا و رئیس جمهوری امیر در افغانستان کسانی بودن که برایشان قربانی دادند تا اینها به چوکی ها اینها امروز به این چوکی نشستن مشکل اساسی تمام رهبران افغانستان بدون استثناء متاسفانه چند نقطه اساسی است نقطه اول به نظر من عدم تقوی است که ستون فقرات در اسلام است و در انسانیت است کسانی که تقوا دارند بالای نفس خود تسلط دارد نه چوکی نه لانکروزر و نه پول و نه مقام نمیتونه که آنها را برای شیطانی بکشاند کسانی که بالای نفس خود تسلط ندارند اینها کسانی هستند که فورا عاشق جیب و چوکی خود می شود. وقتی عاشق جیب و چوکی خود شدن هم رفقا و برادرا و اندوالای سابقه فراموش میکنند و هم این که هر کسی که در مقابل جیب و چوکی اینا خطری باشد به هر قیمت دور میکنن و جیب با و چوکی باعث میشود که ما قوم خودا ملت خودا امت خودا وطن خودا خاک خود را تنظیم خود را قوم خود را حتی فامیل خود قربانی کنیم و متاسفانه ای یک از خصوصیات بارزی بزرگان افغانستان بوده و هستند وقتی ما تقوا داشته باشیم و دوم ما برداشت علمی از دولت داشته باشیم تمام رهبران ما متاسفانه نخبگان ما روشن فکرانی ما از دولت برداشت یک کیک داره دولت کیک است باید تقسیم شود باید یک سهمش با من برسد بدون این که از خود پرسون کند که آیا لیاقتش داره یا نه دولت کیک نیست دولت یک مسئولیت است یک رسالت است خدمت است که باید انجام داده شود شما مثلا از من میخواین که بشر شما با اخبار شش فردا بوده بگیرین اگر کیکو خوردن کیک کلچه باشد خب من مثل هر کس میایم کیک کلچه رو میخورم متا اگر این اخبار درست من بگویم اجرا کنم من نمیتونم چون مسلکی نیستم وزارت و دولت یک 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 در خدمت چیل میلیون انسان باید باشه و با تمام دنیا رهبرانشون منطقه اینو باید بجنگه تا افغانستان از شر و نجات بدهند رهبران ما همیشه به یک دستن که یه غنیمت است ما جهاد کردیم پس چوکیای وزارت از ماست ما انقلاب کردیم پس از ماست ما مهم. کودتا کردیم پس از ماست ما نمیدونم انتخاباتی تقلبی و حتی اگر راستی بگیریم ما،, ما برنده شدیم که در حالی که انتخاباتی نبود خرید و فروشی رای و دزدی و فشار و عدم شفافیت بنابراین یه تصور دوم یه وقت در تاریخ ما متاسفانه تا جایی که من خواندم من باز میگم عقل <تصفح> کل نیستم عرفی که میگویم عقایقی صد فی نیست تا جایی که من خواندم رهبران ما نخبگان ما سایبان قدرت در افغانستان مردم افغانستان رو با یک چشم نمیبینن و در مقابل درد و رنج مردم افغانستان بی احساس هستند بی هستند مثلا ما رهبرانی داشتیم و داریم که لانکروزر کروزر دارن کاخ دارن پلو چلو میخورن بهترین زندگی را دارن ایر سرد تابستان است زمستان سرد است اما در سرک حدی اقل یادم کوچه خود میبیند که یک هماتنش گریس است یک هماتنش نانی خوردن نداره یک هماتنش ба чаш мариз мешавад худо шоҳид аст ки 1ад афғонӣ пули фис доктар надорад бинобар اин ино агар воқеа афроди афғонистонро аз از خود بیداند اعضای فامیلش بیداند اما طور که بچهش وقتی مریض می شود زمین به زمان می زند، یا گرسنه می شود زمین به زمان می زند، تا برای بچه و دختری خود مشکلی چل کند این کار برای مردم افغانستان هم می کردن مشکل آقای بشر دوست حرف تنم قطع میکنم. میکنم. بارها در حکومت های گذشته هم وقتی سکاندارا بودن همین حرف هم میگفتن. حالا همین شعار را هم که ما از ملت هستیم و ملت از ماست نه ما از ملت نمیتونیم باشیم وقتی ملت ما گریس نست و ما بی ترقیم ایج ممکن نیست من شخصا خودم وقتی از سرک تیر میشم از, از, از می بینم میبینم خودم احساسی شرمیدگی میکنم خودم رنج میبرم خودم میفهمم که من از این ملت نیستم <applause> با خاطری که ملت گریس است زنش با تفلش در باد باران آفتاب برف برای لقمانان حتی در وقتی از آن افطار پیش نانوایی نشسته و من خودیم حداقل حداقل یک لوبیا دارم در خانه به عنوان مثال بنابراین من نمیتونم بگم که من از این ملت هستم این ملت از من است وقتی من در مقابل گریسنگیش به احساس باشم وقتی در مقابلی به خانگیش به احساس باشم وقتی در مقابل یک هموطن ما حاضر شود به سی هزار افغانی یک دختر خود چند روز پیش در یک جایی رفته بودیم یک دختر نازنین زیبا دو ساله سه ساله اشتباه نکنم پدرش معلول دو پایش قد و جالب است که در خانواده یکیش در امارت شهید شده و یکش در جمهوریت دو برادر بوده یکش با مادر اردوی امارت یکش در اردوی جمهوریت بودن و اردو گریس است اردو از نظر زندگی یک چیز است از دکاندار بسیار قرضدار بوده دکاندار آمده بوده محکم گرفته بوده که یا قرض ما یا قرض بی یا اینکه شما چی کنین دختر باید برای ما بدین که کار کنه بنابراین نمیتونیم ما میتونیم مثلا بگیم حضرت عمر فاروق از ملت بود از اومد بود مثل خاطر که مثل اومد بود اومد بهش دسترسی داشت با مومتش مر... مر... گریسنر گریسنگی میکشید آ... کاخ نداشت قصر نداشت میتونست که برای خود بسازه نیست بس. که دو زمان نمیتونست میتونست که بهترین اسبی او زمان داشته باشه بهترین خانه راحت و من بس. گفتم که وقتی اینا مکر فت میکنه خدا شده است که پیامبر مکر فت کرده با و ده زار اردو داخل شده طرف خانه ابو سفیان نگاه نمی‌کند طرف خانه ابو جل در مخ خانوای فقیرانه قبلی خود میروند هر کدامشان اصحابشان بنابراین من فکر میکنم زمانی ما میتونیم که بگوییم از ملت هستیم که مثل ملت باشیم درست. از بین ملت باشیم و با ملت باشیم شما در نقطه خوب رسیدین آقای بشردوست در 20 سال که داخل ما نگاه می‌کنیم نسلی که حالا در پیشوی شما نشستیم تا همین لحظه را نگاه بکنیم همونطور یک اقلیت می ثروت و همه چیزه در گراو خود میگیره ولی سی و چند میلیون انسان در سرزمین در دسترخانشان تغییری به وجود نمی چرا این گونه پیش آمد؟ خاطری که از دسترخان اینمی سی میلیون یا چل میلیون دوزدی می شود تا در او دسترخان ها هر نوع میوه و کباب و گوشت و نمیدونم انواعی سر که من یادش، یادم نیست پیدا شود از آسمان برای هیچ کس زرو دلار و افغانی نباریده در طول 20 سال گذشته 3 تریلیون دلار تن آمریکایی داد داره که ما در افغانستان مصرف کردیم ژاپن و اروپا و امثال هم بگذاریم ما در حال که نصف کمک که به افغانستان آمد طبق یک تحقیقاتی که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا با پلان مارشال شد تا 16 کشور اروپایی را از خاک و خون و خرابی و خاک خاکستر کشید امروز آلمان ساخت و فرانسه ساخت و بلژیم و انگلستان ساخت به خاطر که رهبرانشان خود از ملت احساس میکرد رهبرانشان خود از مردم احساس میکرد لقمنانی که پیدا میکرد میبرد در ددانی ملت خود اول میداخت نه اینکه ددانی ملت ما نخبگانی ما روشنفکرانی ما تحصیل کردهای ما رهبرانی ما اگر اثر قوم و مذهب و زبان و تنظیم و دوره و چی کسی که افکار مدرن داره کسی که افکار سنتی داره ما از دهان ملت میکشیم از دهان مردم میگیریم مثلا ما در امروز و در گذشته وقتی میبینیم که یک لکی ماش میگیره از بیت المال و دیگری ماش بخور نمیر در پارلمان زمان سابق ما بسیار چی و داد میزدیم و بعد رو که میکشیدن بخاطرین می گفتم چرا استاد می شدم که شکم منی وکیل وزیر اسپق پلان وکیل امروز بارای واقعی مردم شکم منی دوست با شکم اجیر معلول مامور، اجیر معلم چه فرق دارد اگر من کباب خوشی میاد اونها هم کباب جان میاد اگر بچه من مریض می شود و دختر من از اونها مریض می شود اگر من مهمان دارم اونها هم مهمان دارد با من می گفت پیسه نیست گفتم پایسا هست که برای خودت لکی ماش تاین شوه اما برای این ملت نیست دقیقا ما از جیب عجیر و معلم و, معلیم و معیوب و بازماده شهید ما از جیب زنا میکشیدیم بالای ماش وکلا و کلا و وزرا و جنرالا و عین و غین و نمیدونم امثال هم اضافه میکردیم ما میخواییم که این برک شوه مثل که دست از اسلام بود برکس اما طور که من بارها گفتم که ما اگر آزیر شویم که بالای نفس خود تسلط پیدا کنیم تقوا داشته باشیم ما میتونیم که او لکیر خود ما نگیریم او لکیر به مجاید خود بدیم او لکیر به معلول خود بدیم او کباب که ما خوش داریم او کباب او خوش داره خوب است که ما کباب به او بدهیم و خودی ما نانو چای بخوریم میشه چرا نمیشه بعضی با من میگید دوستم در یک قرن ممکن نیست گفتم وزیر بودیم زندگی عادی داشتیم موتری عادی داشتیم لانکروزر نبود بلاو بلا نداشتیم در خانه گیلی سابقه زندگی میکنیم وکیل بودیم این چیز من که تانیستم چرا اینو غین به نمیتونه چرا جنرالا و رهبارا و فلان و چرا رهبارا امروز نمیتونه ما میتونیم به شرطی که دقیقا تقوا داشته باشیم تقوا بعد دید من از دید من از عدالت هم دریجیشی و کیفیت و اثرش بالاتر است که این تقوار اگر ما رهبران ما نخبگان ما داشته باشد من به یقین عقیده که در ده سال ما که من چند سال پیشم گفتم ما میتونیم که از پاریس هم و از امریکا هم بالاتر شویم چون امکاناتی که ما داریم نه پاریس داره و نه آمریکا داره و نه کشورهای دیگر آقای بشر دوست همیشه حالا رهبران حکمانه که از گذشته تا اینجا که شما گفتین صحبت کردین خدمت به مردم از سخن زدن و امروز هم همین حرف است تکرار بشه حالا با توجه به اینکه امارت اسلامی هم در برابر یک امتحان هم در داخل هم در سطح جهانی قرار گرفته آیا فکر میکنین از امتحان بیرون موفق خواهد آمد موفق بیرون خواهد آمد و شما چه پیشنهادهایی میکنین که طور که خدمت به مردم هم اوزیش مطرح میشه که دوباره تاریخ تکرار نشه و مردم بالاخره بارها توان اشتباهات حاکما را دادن و دوباره مردم روزشان حالشان و دسترخانشان از بدتر نشه امارت اسلامی میتونه با تقوا با تحود با وطن دوستی پیروش شون مشکلات حل کنند اولین کاری که نباید باید انجام بدهد این است که تصور نکنند که دولت وزارت غنیمت است جهاد کردیم پس باید بریم دو چوکی بشید در انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم انتخابات صورت گرفت چرچیل برنده جنگ بود اما مردم انگلستان به چرچیل رای ندادند به حزب مخالف رای دادند با خاطری که چرچیل آزوردن بود بعد به چرچیل گفتن که خودت مرد جنگ بودی جنگ بردی اما مرد باسازی نیستی خودید ما به متخصصینی که در حزب مخالفت است باید چانس بدهیم اینها باید دولت مسلکی بسازن علمی بسازن اسلامی بسازن چند وزارت در افغانستان لازم است پنج ده سی چیل اینا وزارتخانه ها رو بر اساس منطق علم بسازن و بعد کسای وزارت که لازم نیست از اونا معذرت بخواین و در وزارتی که لازم است افراد متخصص متقی مسلکی و تندوس متحد حتی از طالبای خودشان من امیدش که حالا آمدم یک یکی از دکتران یک فارمسیست دیدم که ده ده چند چیز دور محافظ است طالب است فارمسیست خوانده او یک محافظ است چرا برزو چانس نمیدن؟ بینوان مثال ما طالبار میشناسیم که انجینیر هستند اقتصاددان هستند حقوقدان هستند اینها میتونن که در راست قرار بگیرن اگر چوکی وزارت غنیمت نیست و اونها بسازن و دوم به نظر من اینا علمی برخورد کنند بدونن خب حالا صحبت های رهبرای اسلامی را میشنوین در مورد همین بیرونی ها که وقتی سر صدا میکنن در مورد حکومت فراگیر همشمول یا بحث تخصصی را مطرح میکنن خب میگن حکومت ما هم شمول از فراگیر است و همه چیز در واقع مثلا حقوق بشر اینا تامین شده اول خود از اینا کلانوش میگوید مثلا سرپرست وزارت داخلیش میگوید ما نباید حکومت بسازیم که فقط طلبای مدرسه خود را آن ببیند و ای از مولا محمد عمر یاد میکند مولا محمد عمر مجاهد میگوید اخلاقش عملش با قوم با زبان با ولایت با سمت هیچ گونه رابطه نداشت meget di 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 uh, amali did, di di اسلامی و ملی داشت بنابراین های خودش است اینو اول اینه کنن از امیر مومنین خودشان باید سرشان تطبیق کنن دوم مردم افغانستان در قصه نیست مردم عام از دید من من نماینده مردم افغانستان نیستم علم غیب ندارم به نام مردم افغانستان صحبت نمی کنم اما تا جایی که عقل ناتوان من کار میدهد و با مردم در تماس هستم مردم افغانستان میخواد که مشکلاتشان حل شود مهم نیست که وزیر انرژیشان او از او زن است مرد است ازار است پشتون است نورستانی است. هر کی است او میخوای که وقتی که خانه خود میرود برق داشته باشد یخچالش فعال باشد در یخچالش چیزی باشد کار داشته باشد دیگه بریزی نیا مثلا وقتی در شفخانه میره شفخانه دکتر باشد دوا باشد بستر باشد برای قدر و عزت شود نه اینکه باعث بیاب بیا شود و برایش مهم نیست که این وزیر از کدام قوم و مذهب این یک فیصد یک, یک فساد خاص است پشتونی خاص هزاره و تاجیک و این چهار قوم که میگوید که ما باید در حکومت باشیم اگر ما نباشیم افغانستان اگر بیست کسی بسازه بی ما قبول نداریم چطور میشه از موضوع از وضعیت گذشت که همین ادعاها نقش براب شود دقیقا اول این که خودی کسایی که در قدرت است چوکی را یک کیک ندانند که کی بگن بله چوکی کیک است غنیمت است از ماست دیگر ما قبول نداریم دوم اینا باید در عمل نشان بدهد که هیچ فرقی بین افراد افغانستان زن و مرد افغانستان در خدمت کردن منطقه ولایات و ندارن دوم اینا باید استعدادی نداشته باشن که از امکانات استفاده کنن متاسفانه اینا هیچ گونه پلانی در مدت من بارها گفتم که امنیت آمد امروز امنیت اینا تونستان برقرار کنن ما با مردمی هم که صحبت میکنیم در طرف شما که آمده بودیم اما من میگوید که یک قبلا در زمان جمهوریت ما از یک ولایت ولای دیگه میرفتیم حتی امضای یک وزیر یک بری یک چی ارزش نداشت حالی که ما میریم یک تاپی از اینا رو مکتوب که بر نشان میدیم او نفر و میگه که هر کار خدمتی باشه امنیت آوردن اما برکت نتونستن بیارن و برکت از بس از دیست رفت امروز مردم بیشتر دوچار مشکلات است اینا هیچ پلان اقتصادی درازمدت و مهم که قربان کی ایران و پاکستان و سای مرکزی را بازنود در آوره. جای بجای ها بخوای از ما مازونا بخوایم. ایران در زمان جمهوریت میگود میگفت ما خود میخواییم عالم میخواد. اینا اینا در زمان جمهوریت هم میگفت میدیم حال اینا الان هم میگوید آبتون میدیم اما اینا از اینا از خود پرسون نمی کند که در اون ماهیده اول نوشته 22 و 4 متر مکعب نوشته به خاطر حسن نیت افغانستان توفه میده دوم اینا از خود پرسون نمی کند که این ماهیده که ما امضا کرد وز... موسا شفیق امضا کرده این چی دستاورد دارم من ماهیده را از الف تا یا خواندم تمامش به است اینا فورا باید بخواین که ماهیده طبق موصولش که متاسفانه در خود معاهده پیش بینی نشده طبق حقوق بین المللی ماهیده فورا باید فسخ شوه چرا ما به خود به ایران بدیم ایران به ما نه یک لیتر تل وعده داده دی دا ماهیده نه نمیدونم هیچ چی وعده نداده از طرف دیگر اینا فکر میکنن نباید بترسه ایران و پاکستان و آسیای مرکزی چی میگوید من میبینم یکی از کلونای زونا خوب است کارای خوب است کارا درد مردم دوام نمیکنه ما از باد برق میدیم افغانستان یعنی چی 23 هزار میگاد برق تنها آب تولید میکنه و تو آبیت که بند بسازی که برق میدهی به مردم تو صنعتت برق میدهی با صنعتت که برق نداشته باشه نمیتونی که افغانستان بسازی هیچ بندی بزرگ اینا پیش بینی نکردند حکومت ساختارش تغییر ندادند حتی کمیسیونایی که عین و غین ساخته بودند آمریکایی‌ها ساخته بودند اینا رفتن دمو کمیسیونا نشستن بدون که از خود پرسون کنند که خب این کمیسیون وظیفه‌اش چی است اگه این کمیسیونی کار انجام میده پس وزارت چی کار انجام میدن بنابراین من به یک دستم که اینا اگه کارهای بزرگ مهم اقتصادی نکنند حتی شما امروز دیدین که پول سوخته را بستن و اون پول خشک جایش گرفت به عنوان از معتادین که به اینا به نظر من تقوا تخصص تعهد و در راس قرار بدن بیاین مثل مردم باشد بین مردم باشد لازم نیست که من به اینها بگویم از عمر فاروق چی گونه بود یا ابوبکر صدیق چی گونه بود یا ابو تراب چی گونه بود اینا از من بهتر میفهمند این همین راه و رویش اگه پیش بگیره من معتقد هستم اینا کامیاب میشه بسیار زیاد تشکر آقای گرکر صاحب رباز مشر دوست مجلس از حضورتان سپاسگزار هستیم به همین ترتیب میرسیم به پایان و فراخبر از شما سپاسگزارم شب روز بخیر